خداوند بخشنده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر شما را با مهمترین خبر رویدادهای هفته گذشته آشنا می‌سازیم. سرخطی خبرها: تظاهرات و گردی همایی حرکت سیاسی گروه 24 نزد سفارت‌های ترکیه در اروپا. دو منصبدار بلندپایه و پستفیرد در شهر بستان ولایت سوخت واخوری کردند. طلب حکم ابد به قاتلان شهرت عصمت الله از طرف دادستان. پیرزن 83 ساله ناتوکو و نبیرش برای 5 سال از آزادی محروم شد. 90 هزار زن و مادر تاجیک به مهاجرت رفتند. مردم در خانه های بلند آشیانه ناتمام زندگی دارند. پاش خوردن یک دسته لیگ عالی فوتبال تاجیک از سبب کمبودی اقتصاد. روز 14 و 15 سال روان ازیان و طرفداران و نمایندگان و شهروندان مقیم اروپا در همدستگی با حرکت سیاسی گروه 24 در کشورهای آلمان و اتریش در نزد کنسولگری های ترکیه تظاهرات برپا نمودند. مقصد تظاهرات پیدا کردن مکانی بود و باش راهبر حرکت سیاسی گروه 24 سهراب ظفر و نماینده ما در ترکیه نسیم جان شریپو بود که روز 23 فوریه امسال نسیم جان شریپو و روز 10 مارس سهراب ظفر در شهر استانبول ترکیه ناپدید شدند. تخمین می رود بالای این برادران مبارز توسط فرمایش رحمانوف جنایت آدم ربایی صورت گرفته است. در شهر وینا ما را راهبر کمیته شهروندی نجات گروگان ها و زندانی های سیاسی عبدالستار بابایف و نماینده حزب نهضت اسلام راهبر شبکه پیام شوکت محمد همراهی و سخنرانی نمودند. مسئول بخش کادرهای حرکت سیاسی گروه 24 و متصدی برگزاری تظاهرات ها ابوذر خواجه‌زاده در صحبت با ما گفت تا با دست آوردن معلومات دقیق درباره این برادران راه حق کار ما در دیگر کشورهای اروپا نیز ادامه خواهد یافت. ما تا زمانی که از این برادران خبری به دست نیاریم دست از این تظاهرات ها نخواهیم کشید. روز 15 مارس رسانه‌های هر دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان خبر دادند که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیاتیموف و همتای جنایتکارش رئیس کمیته امنیت قرقیزستان در مسئله مرگ صحبت کردند. هر دو جانب جزئیات صحبت را با بهانه خلل وارد نشدن شرح ندادند. در حالی که سرچشمه اساسی دولت ملت است، اما تمام کارهایی که حکومت انجام می‌دهد پنهانی از مردم با عاقبت سبب نفهمی شدن میان مردم مناقشه های مصالحانه سر می‌زند که باعث مرگ شهروندان دو کشور می‌گردد. زندان کردن روزنامه‌نگار، نویسنده و کسانی که در مورد تقدیر وطن عزیزمون بی‌طرف نیستند پشت درهای بسته می‌گذرد. از مردم پنهان و اینچنین به خاطر ادامه قدرت خانوادگی مرزهای کشور فروخته می شود. گویا خانه شخصی رحمان باشد که هیچ معلوماتی به مردم نمی دهند. طبق اطلاع رادیو آزادی در قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیس اوریون بانک دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری از جمله دلشاد سایمرادوف با تخلص دلشاد اسب و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 4 سال زندان خواسته است. برزید بعضی از آنها برای پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان سبکتر است. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله ماه ینوار امسال از طرف دادگاه عالی آغاز شد. گفته می شود بعد طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت و روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت 14 نفر صادر می شود. یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان ماه فوریه امسال در نشست خبری گفت در رابطه با قتل شهرت عصمت الله بر ضد 18 نفر پرونده گشودند. از آنها دو نفر در کافتوکا و دو تن دیگرشان فوتیدند. یکی از آنها رستم اشوراو ماه ایونی سال 2023 در فرودگاه کیشینیوی مالدوا دو نفر را به قتل رساند و خودش هم کشته شد. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلو 27 آگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشت.
شهرت اسمت الله 23 ایون سال 2023 از نزد خانهش در شهر دوشنبه ربوده شد و جسدش را 13 آگوست از دریای زرافشان پیدا کردند. شهباز شریفبک 23 ساله ساکن دهه عادلی جماعت رومیت شهری وعدت که ماه اکتبر سال 2023 در شبکه های اجتماعی نواری را پخش کرد که در آن دیده می شود جوان از شیوه بزور به ارتش بردن برادرش و لطکیب بیبیش از طرف مقامداران شکایت می کند و از به اهمیتی رئیس جمهور امامعلی رحمان می گوید و بعد پخش این نوار بازداشت می شود. دادگاه شهری وحدت روز 19 ینور حکم 5 سال زندان برای شهباز را برآورد و ماه مرد بر زندان خوجند انتقال داده شد. نگفتن نماند که یگونه نانوار خانه بود و این خانواده خیلی قشقانه زندگی میکنند. خالهش میگوید فرزند ما گناهی ندارد و با جز التجا از دست ما کاری نمی آید. حامیان حقوق میگویند در تاجیکستان مجازات برای تنقید پرزیدنت و مقامات سنگین شده است. منتقدان خائن اعلان شده با سالهای طولانی زندان میشوند. با اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان از تعداد عمومی مهاجران کاری 90 هزارش را زنان و مادران تشکیل میدهند. در رابطه با این وضعیت ننگاور مردم آگاه نگران از استفاده زنهای تاجیک در روسیه و دیگر کشورها دارند. چونکه برای زن و مادر تاجیک هیچ پشتیبان حقوقی ندارند، با دچار شدن به مشکلات حجتگذاری، دریافت جای کار، جای استقامت و استفاده جنسی قرار گرفتند. خیلی سخت است و ما پیوسته شاهد نوارهایی میشویم که با مادران ما حتی از طرف کارمندان مقامات پلیس روسیه برخورد غیر انسانی صورت میگیرد و در برابر همه این مشکلات ها از طرف سفارت و مسئولین حکومت تاجیکستان واکنش و یا کمک به نظر نمی رسد. در کوچه سعدی شیرازی شهر دوشنبه یک گروه شهروندان شکایت دارند که طبق شرطنامه دو جانبه با شرکت خونه‌سازی خال 2009 باید در سال 2022 کار ساختمان پورا انجام میشد، اما با گذشت دو سال از این مهلت بنا نه برق دارد و نه آب و لیفت، ولی مشتری هایی که برای خونه پول پرداخت کرده بودند ناعلاج منزل هایش را تعمیر نموده به یگان شرایط مجبور شدند زندگی کنند. میگویند دیگر جای زیست نداریم، قوتمان برای اجاره نشینی نمیرسد. عرضو داد ساکنان در آن است که حداقل اطراف شخط لیفت را محکم کنند، زیرا از سبب بی‌پرواگی مسئولین در این بنا یک جوانمرد صاحب 5 فرزند در این شخط افتیده جان داد. متاسفانه در کشوری که صدای مداحی و ثنا به گوش فلک میرسد، کسی صدای این مردم بینوا را نمیشنود. دسته فیضکند ناحیه واسه که سال گذشته در پنجگانه بهترین دسته های فوتبال کشور جایگیر بود و با پول صاحبکاران فعالیت میکرد، امسال بازینگرانش میگویند از سبب نرسیدن و کمبودی معاش دسته را ترک کرده اند. رئیس ناحیه واسه جمشید شریفزاده میگوید توان حکومت برای سرمایه‌گذاری دو دسته نمیرسد، چون دسته هولبوک واسه از طرف حکومت سرمایه‌گذاری میشود. دسته فیضکند سال 2018 در جماعت رودکی ناحیه واسه تشکیل شد و در مدت کوتاه توانست در لیگ اولی بازی کند. از بین رفتن یک دسته فوتبال از لیگ اولی در حال است که وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال را رستم امامعلی به عهده دارد. شاهد هر خبر و حادثه های نوی شدید می توانید در تلگرام کانال ما روان کنید. با شما بود خیرنده زفر. این بود خبر رویدادهای هفته گذشته. خدا حافظ.